روز گذشته جبهه جدیدی تحت نام سپاه آزادی در مقابل طالبان تروریست و اشغالگران قبلوی در زون مرکزی اعلام موجودیت نمود. گروهی از جوانان آزادخواه که میگوید پیرو روح قهرمان ملی احمد شاه مسعود هستند و تا آخرین قطعه خون خود برای آزادی علیه اشغالگران مبارزه میکند. انداختند. حالا کشورهای دیگر فکر نکنند این فراریان وطن فروش معرف تمام ملت ما هستند و کار وطن تمام است و ما تن به بردگی طالبان می دهیم. جهان غرب و شرق هم به این خوابها تکیه نکنند که یگانه راه دسترسی به منابع فرصتهای طلایی رشد جهانی و ثروتهای ملی ما همکاری و تعامل عادلانه با نمایندگان راستین و پاک ملت در دولت آینده دانایان خواهد بود. پایان دوره شعارهای پوشالی و آغاز فصل جدید عملگرایی تخصصی اولا در مبارزه نظامی سخت و پس از آزادی ملت ما در تمامی عرصه‌ها و پشتوانه فداکاری و حرکت نسل جوان با ایمان و مبارز را رسما اعلام می‌کنیم. به زودی شما شاهد عملیات‌های گسترده علنی ما در ولایات مشخص طبق اولویت‌های امنیتی خواهید بود. تمامیت ارضی وطن ما خط قرمز سپاه آزادی است و بساط تلسنداران حکومتی فاسد که ملت ما را در خواب عمیق نگه داشتند و هر چیز را چپاول کردند را برای همیشه برخواهیم چید. هموطنان مسلمان افغانستان، همانطور که می دانید هیچ تخاری، هیچ هراتی، هیچ قندوزی و پنشیری به مناطق جنوب افغانستان تجاوز نکرده و زن و مرد قندهاری و هلمندی را شلاق نزده و جوانان هلمندی و قندهاری را گردن نزده. سپاه آزادی به طالبان تروریست هلمندی و قندهاری، بلوچستانی و وزیرستانی اجازه نخواهد داد که کثافات ذهنیشان را بر ملت ما بخصوص در ولایت شمال افغانستان تخلیه کنند. سپاه آزادی به طالبان تروریست اشغالگر اخطار میکند که ولایت شمال افغانستان را بیدرنگ ترک کنند، وگرنه با زور تفنگ از خانه ها، دهات و شهرهای ما برونشان خواهیم راند. مردم مسلمان و شریف افغانستان، طالبان دشمن زیبایی و صلح و آزادی هستند. برای شما وعده می دهیم که بقایای آنها را به لانه کثیف تروریستی اربابانشان پس می فرستیم. نصر من الله و فتح قریب.